سلام فقا حالتون چطوره؟ به کانال انیمیشن وی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام بریم سراغ تاریخچه شبکه بزرگ کارتون نتورک، شبکه که کلی انیمیشن و کارتون خفن ساخته و پخش کرده. میریم سراغ تاریخچه‌اش، کی ساخته شد این شبکه و چجوری فعالیت کرد، چجوری رفت جلو، چه پست بلندی‌های داشت، چه کارتون رو ساخته. طبق خط زمانی میریم جلو و ببینیم که چیکار کرده. پس رفقا حتما از ویدیو خوشتون اومد ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید و رفقا هنوز کانال سابسکرایب نکردن سابسکرایب کنن. خیلی خیلی ممنون. بدون متلی بزن بریم. شبکه کارتون نتورک تو سال 1992 با این لوگو که میبینید کار خودش رو شروع کرد و بنیانگذارش خانم بتی کوهن بود. کارتون نتورک اول کار خاصی نمیکرد، فقط یه سری کارتون خیلی کوتاهی بود که اونا مال قبل از سال 1948 بود، اونا رو پخش میکرد. اما با این حال دو تا کارتون جدید هم خودش ساخت. کارتون اول تو سال 1993 اومد، یعنی یک سال بعد از تاسیس کارتون نتورک، که اسمش بود The Max Show. کارتون دوم تو سال 1994 ساخته شد که اسمش بود Space Ghost، یعنی شب فضایی ساحل به ساحل. اینا دو تا کارتون بودن که کارتون دور بس تاسیسش اونا رو ساخت و پخش کرد. فعلا طبق همین خط زمانی میریم جلو و هر اتفاق رو تو همون زمان که افتاده بهتون میگیم، چون میخوام ببینیم که کارتون دور چجوری پیش رفته. دو سال 1996 کارتون دور پخش اون کارتون قدیمی رو دیگه متوقف کردن. خیلی خوب بود چون الان دیگه میتونست تمام وقت روی کارتون خودش تمرکز کنه و کارتون جدید بسازه. این خیلی عالی بود چون یالمه کارتون به در نخور قدیمی سر کارتون ریخته شده بود که اونم باید پخش میکرد. الان دیگه متوقف شده بود و کارتون الان کار خودش رو خیلی قوی شروع کرد و ادامه داد. تو 28 آپریل سال 1996 کارتون دکستر لابراتوری ساخته شد که یکی از اون انیمیشن‌های سریال خوب کارتون نتورک بود. تو 17 مارچ 1997 یک برنامه اجراش رو به اسم تونامی که برای کارتون نتورک بود اون زمان برای کارتون نتورک بود و بعد از ظهر هر روز پخش میشد و اونجا هم خب کارتون پخش میکردن. 7 جولای 1997 یک کارتون جدید ساخته شد، جانی براوو، که خوب اون زمان خیلی باحال بود و پخشش میکردن دیگه. کارتون نتورک دیگه داشت کارتون خودش رو میساخت و کارتون خیلی جذاب بود و یه عالم ایده خلاقانه داشتن. تو 15 جولای 1997 کارتون دو تا کارتون جدید معرفی کرد و پخششون رو شروع کرد که اولش کاون چیکن بود، یعنی گاو و مرغ، و دومش هم آیم ویزل، یعنی من راستو هستم. کارتون تور دیداش عالی پیش میرفت و کارتون موندگاری رو میساخت. تو 18 نوامبر 1998 کارتون جدیدش رو معرفی کرد، یعنی The Powerpuff Girls، که اورجینال بود، یعنی همون کلاسیک، چون بعدن ریبوتش کردن. تو 4 ژانویه سال 1999 یکی از موندگارترین کارتون‌های کارتون تور پخش شد که اسمش بود اد ادن ادی. کل مخاطب برای کارتون نتورک این خیلی عالی بود، تبدیل شده به یکی از اون کارتون‌های پرمخاطب و پرطرفدار کارتون نتورک و این خیلی برای کارتون خوب بود چون داشت بینندگانش خیلی بیشتر میشه و میرفت تو آسمان. و خب تا 10 سالم تو کارتون پخش شد، 10 سال، و وقتی هم که کنسل شد مخاطب کارتون نتورک از این موضوع اصلا خوشحال نبودن. تو 11 جون 1999 یک برنامه جدید دیگه هم اومد که کارتون فرایدیز بود. هر جمعه می اومد و خب کارتون قدیمی رو پخش میکرد، مثل هم کارتون خیلی قدیمی و کلاسیک. این هم ایده خوبی بود چون کارتون رو دیداش میرفت سراغ کارتون های جدیده، اما نمیخواست کارتون قدیم هم فراموش بشن و تو این برنامه پخششون میکرد. دو 24 جولای 1999 کوان چیکن کنسل شد و این اولین کارتون تور بود که کنسل میشد. تو 12 نوامبر 1999 دو تا کارتون جدید اومد که من اولیشو خیلی دوست داشتم، کوریج د کاوردلی داگ، و کارتون دومم مایک لو ان او جی. تو سال 2000 دو تا کارتون قدیمی کارتون دور دیگه کنسل میشن که اولیش د ماکس شو بود و دومیش آیم ویزل. اما تو همین سال کارتون جدید میاد به اسم شیرین بیگ سیتی، یا همون گوسفند تو شهر بزرگ. تو سال 2001 کارتون مایک لو ان او جی کنسل میشه، یه کارتون جدید میاد تو 8 جون تایم اسکواد که اونم دیگه پخشش شروع میشه، و بعدش ساماروی جک هم میاد تو 10 آگوست. تو 22 آگوست سال 2001 جیم سمپرز میاد رئیس جدید کارتون نتورک میشه و جای رئیس قبلی و بنیانگذار کارتون نتورک یعنی بتی کوین رو میگیره و عصر سمپرز شروع میشه و خیلی معتقدن که جیم سمپرز بهترین رئیس کارتون نتورک بوده. تو 24 آگوست 2001 کارتون جدید میاد گریمن ایویل، و یه اتفاق جالب دیگه هم تو همین سال میفته، ادال سویم دیگه شروع به کار میکنه. آره، ادال سویم اون موقع یکی از برنامه های کارتون نتورک بود و بعد از 11 شب پخش میشد تا بتونه برای افراد نوجوان و بزرگسال کارتون مناسب پخش کنه.
تو سال 2002 اتفاقات خیلی زیاد افتاد که مشخص رئیس عوض شده، رئیس جید اومده. تو هفته آپریل گوستان داخل شهر بزرگ کنسل میشه، کارتون جید ساخته میشه، واتیور هپن تو روبات جونز تو 19 جولای و تو 18 اکتبر گریمن ایویل دیگه کنسل میشه و بازم کارتون جید داریم. تو 8 نوامبر 2002 دی کرم توینز هم میاد. تو 22 نوامبر 2002 کورج دی کوردی دا کنسل میشه که ناراحت کننده بود، دیگه ادامش ندادن. اما همون قسمت‌ها رو تا چند سال بعدش هم تو کارتون پخش کردن تو همون شبکه ماهواره ای. سگ احمق شاید دیگه ادامه پیدا نکردم، به تازه قرار که با اسکوبی دو یک کراسوور بزنه که اون فلانیمیشن قرار خیلی باحال و خنده‌دار باشه، خیلی منتظرشم. تو 6 دسامبر کد نیم کیدز نکست دور هم میاد و میرن سراغ سال 2003 13 جون که گریم ادونچرز آف بیلی اند مندی هم میاد که یه جورایی از همون گریم اند ایویل دیگه، همون شخصیتان. تو 11 جولای ایویل کان کارنی میاد، تو 19 جولای یک از اون کارتون خفن کارتونتور میاد، تین تایتنز. Nice. و در آخر تو 7 نوامبر 2003 استار وارز ده کلون وارز هم میاد. اما تو همین نوامبر یه سری اتفاقات میفته که باعث میشه کارتون دورگ جوره افت کنه. واتور هپن تو روبات جونز کنسل میشه و اون طرف هم دیکستر لبراتوری کنسل میشه. واقعا یکی از اون کارتون خفن بود که خیلی خنده‌دار بود، طرفدارم زیاد داشت، اما کنسل شد. و در آخرم تایم اسکواد کنسل میشه. سال 2004 به بعد سال خیلی مهمی برای کارتون تورک بود. خیلی فهم میکردن یک کارتون تورک دیگه شبکه نیست، خیلی دیگه افت کرده، فقط به خاطر کنسل شده همون ست کارتون اینطوری فکر میکردن، اما این تازه شروع کار بود. تو 1 می 2004 مگاس اکسل آر میاد و لوگوی جدید کارتون تورک میاد. کنسل شدن همون ست کارتون داشت اثرات خودش رو نشون میداد، بینندگان داشتن میرفتن به شبکه‌های دیگه مثل دیزنی چنل و نیکلودین و خیلی اوضاع خراب بود. کارتون تورک با یک کاری میکرد که دوباره بینندگان برگردن و بازداشت خیلی بره بالا. یه چیزی میاد تو کارتون تورک، چیزی که خیلی متفاوت نسبت به اون چیزایی که تو سی ان داره پخش میشه و همین باعث شد که این کارتون جدید خیلی خوب و معروف بشه. اون کارتون فاسترز هوم فور ایمیجینری فرندز بود که تو 13 آگوست پخش شد که باعث شد کارتون تورک بره بالا و نجاتش داد. در ادامه تو 27 آگوست جانی براوو کنسل میشه، تو 25 سپتامبر سامورای جک کنسل میشه و همینطوری ایویل کان کارنم تو 22 اکتبر کنسل میشه. تو 19 نوامبر 2004 های پافی امیومی میاد، تو 2005 15 ژانویه مگاس اکسل آر هم کنسل میشه. بازم کارتون کنسل داریم، تو 25 مارس 2005 The Powerpuff Girls کنسل میشه، همون نسخه اورجینال و کلاسیکش، و این طرف هم Star Wars The Clone Wars هم کنسل میشه. تو 3 می کارتون جد میاد The Life and Times of Juniper Lee و تو 8 جولای کمپ لزلو میاد که کارتون خیلی بامزه بود. و تو 17 سپتامبر هم یک کارتون باحال دیگه میاد، جاین تست. تو 2 اکتبر 2005 هم یک کارتون مسخره میاد، ساندی پنس، که زود متوجه میشن و بعد چند هفته سریع کنسلش میکنن. تو 26 دسامبر مای جیم پارتنرز مانکی میاد و مهمتر از همه چیز تو 28 دسامبر 2005 بنتن اوریجینال سریز میاد، بنتن کلاسیک. مجموعه بنتن شروع میشه و مثل بمب میترکه. تو 27 می 2006 اسکول بوی شروع میشه، تو 27 جون های پافی امیومی کنسل میشه، 12 آگوست دکرام توینز کنسل میشه و یه اتفاق خیلی بد میفته، تو 15 سپتامبر 2006 تین تایتنز کنسل میشه. و در آخر تو 3 نوامبر 2006 کلاس 3000 شروع شد. تو سال 2007 23 فوریه کارتون فرایدی از منحل شد. این برنامه کارتون قدیمی رو تو روز جمعه پخش میکرد، کارتون کلاسیک، اما از این تاریخ به بعد کلاً منحل شد. تو 9 آپریل The Life and Time of Juniper Lee کنسل میشه و رئیس جید برای کارتون تورک میاد. استوارت اسنایدر رئیس جید کارتون تورک شد و کارای کرد که کارتون تورک افت کنه. خیلی از کارتون رو کنسل کرد. حالا برای چی؟ برای که بتونه 5 تا لایو اکشن رو پخش کنه. لایو اکشنی که اصلا جاش تو شبکه کارتون نبود. این 5 تا لایو اکشن تو سال 2009 پخششون شروع میشه و از اون به بعد اثراتشون معلوم میشه. فعلا تو سال 2007 هستیم تا برسیم به 2009. تو 8 جولای یا 9 جولای 2007 مجموعه جزیره آرزو شروع میشه. تو 27 سپتامبر اسکیورل بوی کنسل میشه و یه کارتون جدید میاد، تو 2 نوامبر چاودر. تو 26 دسامبر هم ترانسفورمرز انیمیتد شروع میشه.
تو 21 ژانویه 2008 کد نیم کیدز نکست دور کنسل شد و تو 27 مارس هم کمپ لازلو کنسل شد که واقعا کارتون خیلی جالبی بودن، خنده‌دارم بودن، اما خب کنسل شدن. تو 15 آپریل 2008 بینتن کلاسیک تموم میشه، اما خیلی سریع تو 18 آپریل 2008 بینتن الین فورس شروع میشه. کلاس 3000 تو 25 می کنسل شد. تو 31 می هم اسپیس گوس، همون شبه فضایی ساحل به ساحل، در حالی که داشت تو ادالت سویم پخش میشد کنسل شد. تو 5 جون کارتون خیلی خوب شروع میشه، فلاپ جک که دوبلش هم تو جیم جونیور دیدیم، یکی از اون کارتون خیلی خنده‌دار بود. تو 3 اکتبر 2008 کارتون جی ساخته میشه به اسم The Secret Saturdays که شخصیتاش همون هستن که تو بنت آمنیورس میبینیم، یک کراسر با بنت آمنیورس داشته. تو 12 اکتبر 2008 The Grim Adventures of Billy and Mandy کنسل میشه. تو 27 نوامبر My Gym Partners and Monkey کنسل میشه و تو سال 2009 5 تا لایو اکشن پخش میشن و کنسل شدن کارتون ادامه داره. دلیل کنسل شدن کارتون محبوب و پرطرفدار کارتون رو به خاطر همین 5 تا لایو اکشن و تصمیم اون رئیس جدید بود که واقعا کارتون معروف کنسل شدن. اولین کارتون تو 3 می 2009 کنسل شد، همونی که کارتون تورک نجات داده بود، فاسترز هوم فور ایمیجینری فرندز. تو 23 می ترانسفورمرز انیمیتد کنسل شد و تو 8 نوامبر اد ادن ایدی کنسل شد. خیلی نوروز زغدایی. تو سال 2010 باز کنسلی داریم، تو 3 ژانویه دی سیکرت ساتردیز کنسل میشه، تو 26 مارس هم بینتن الین فورس تموم میشه. مخاطب از این کار کارتون رو اصلا راضی نبودن، چون چند تا لایو اکشن اومد و چند تا کارتون قدیمی و خوب کنسل شد. این کنسل شدنه خیلی اونا رو عصبانی کرد و خیلی هاشون داشتن میرفتن باز به دیزنی چنل یا نیکلودین. اینجا کارتون رو نیاز داشت به ایده خوب تا بتونه مخاطبا رو حفظ کنه و اون ایده وقت ماجراجویی بود. ادونچر تایم یا وقت ماجراجویی تو 5 آپریل 2010 پخش شروع شد و فوق‌العاده بود، طرفداران خیلی دوستش داشتن و تا چند سالم ادامه داشت. از این به بعد بود که کارتون تور دوباره اوج گرفت، اما خیلی بیشتر ادونچر تایم رو داشت که براش مخاطب می آورد و خیلی عالی بود، مخاطب خیلی زیاد می آورد. و اون طرف بینتن داشت با چند تا کارتون دیگه و کارتونی که در آینده ملحق شدن بین جمع و واقعا ترکوندن. تو 23 آپریل 2010 بینتن اولتیمیت ایلین با ژنراتور رکس اومد که واقعا خیلی عالی بودن. لوگوی کارتون تورک هم تو 29 می 2010 عوض میشه و تبدیل میشه به این و تا الان هم همین شکلیه. دو تا کارتون هم تو سال 2010 کنسل میشن که اولیش چاودره تو 7 آگوست و دومیش متاسفانه فلاپ جک تو 3 آگوست. تو 6 سپتامبر 2010 یک کارتون جید اومد که واقعا اونم ترکوند، رگولار شو. رگولار شو واقعا موفقیت خیلی بزرگ برای کارتون تور بود، چون تونست خیلی مخاطب بیاره و خب سبک خیلی عجیبی داشت، خیلی هم سم بود، اما مخاطبا دوستش داشتن. تو 20 سپتامبر 2008 تونامی که کارتون پخش میکرد منحل شد. تو 17 سپتامبر 2010 یک کارتون جیدم ساختن که اسمش بود سیمباینک تایتان. تو 25 اکتبر هم یک کارتون جید اومد که اسمش روباتومی بود، خیلی خوب نبود، ضعیف بود، برای همین بسته ما کنسلش کردن. یک کارتون خیلی علکی هم تو سال 2011 اومد 4 آپریل به اسم The Problem Solvers. سیمباینک تایتان هم برای اینکه موفق نبود تو 9 آپریل 2011 کنسل شد. یک کارتون خوب و خیلی باحال برای کارتون تورک تو 3 می 2011 اومد به اسم The Amazing World of Gumball. تو 1 آگوست 2011 یک کارتون جدید دیگه هم اومد به اسم Secret Mountain Fort Awesome که موفق نبود، در کمتر از یک سالم کنسل شد. این کارتون ها که کنسل شدن خب جی بودن، قدیمی و اصلی و مهم نبودن. کارتون تور کار درستی کرد که وقتی دید اینا موفق نیستن سری کنسلشون کرد. تو 31 مارچ 2012 بینتن اولتیمیت ایلین تموم شد و بعد از اونم تونامی دوباره برگشت، همون که کارتون پخش میکرد اما این بار تو ادالت سویم. بینتن نقش مهم رو تو کارتون تور داره، برای همین وقتی سری اولتیمیت ایلین تموم شد سری آمنیورس خیلی سری تو همون سال 2012 1 آگوست شروع به پخش کرد. متاسفانه ژنراتور رکس تو 3 ژانویه 2013 کنسل شد، اما بعد 8 سال ما اونو تو بینتن ریبوت دیدیم، اونجا ریبوت شده بود، ای کاش بتونن یه روز ژنراتور رکس هم ادامه بدن. The Problem Solvers هم خب به در نمیخورد، تو 3 مارس 2013 کنسل شد. تو 23 آپریل 2013 تایتان نوجوان به پیش اومد که ریبوت تایتان نوجوان بود. یک کارتون اسیدی و سم و باحال تو 2 سپتامبر 2013 اومد، آنکل گرامپا.
کارتونای خوبه، کارتونتور داشتن اعلام پیدا میکردن و همشون عالی بودن. تا اینجا خیلی کارتون جدید و خوب و موفق ساخته بود. تو 4 نوامبر 2013 استیون یونیورس هم به جمع این کارتون موفق اضافه شد. تو سال 2014 12 فوریه یک کارتون اومد که خیلی قسمتاش کوتاه بود به اسم میکسرز که اونم خیلی جالب بودن. آقای کارتون خوب و سم دیگه تو 14 آپریل 2014 اومد به اسم کلارنس. کارتون تور تا اینجا داشت عالی پیش میرفت، سبک خاص خودشو داشت، کارتون خفن و بهارشو ادامه میداد و اون طرف کارتون بهار و سم دیگه میساخت. اما تو 16 جولای 2014 رئیس کارتون تور عوض شد. یکی اومد به اسم کریستینا میلر و شد رئیس کارتون ورک و خیلی معتقدن که این بتن رئیس کارتون ورک بوده و حق هم دارن. تو 14 نوامبر 2014 بنت اومنیورس کنسل شد. اون طرف جان تستم تو 25 دسامبر 2014 کنسل شد بعد 9 سال. میشه گفت فقط یه اتفاق خوب تو دوران این رئیس جدید و به در نخور افتاد، اونم ویبر بیرز بود. کارتون ویبر بیرز تو سال 2015 27 جولای شروع به پخش کرد. کارتون عالی و باحالی بود و خیلی هم سبکش خاص بود و ادامهش دادن و یک از اون کارتون موفق شد. اما اون طرف ده پاورپوف گرلز رو اومدن ریبوت کردن بدون سازندگان اصلیش. سازندگان اصلی ده پاورپوف گرلز رو انداختن بیرون و خیلی از عناصر داستانیش هم حذف کردن که اصلا کار درست نبود و این ریبوت رو از سال 2016 4 آپریل پخش کردن. یک کارتون جدیدم تو سال 2016 5 سپتامبر ساختن که اسمش بود مایت ماجیس وردز که چیزی هم نبود که بتونه دیده بشه. تو یک اکتبر میکسلر رو کنسل کردن و متاسفانه تو 16 ژانویه 2017 رگولار شو هم کنسل شد و اینا شبانه روز داشتن زحمت میکشن، داشتن تلاش میکردن، خیلی خیلی سخت داشتن تلاش میکردن که بتونن بنت ریبوت رو بسازن. بنت ریبوت تو 10 آپریل 2017 شروع به پخش کرد که واقعا اصلا تصمیم درست نبود. میتونستن هزار تا تصمیم دیگه بگیرن که از بنت ریبوت بهتر باشه اما این کار نکردن و تو 3 جون 2017 زدن آنکل گرمپا هم کنسل کردن. یک کارتون جدید ساختن به نام اوکی کیو لیتس بی هیروز که بد نبود اما خب نمیتونه جای اون کارتون رو بگیره، باید کارتون قوی تر ساخته بشه. بفرمایید تو 1 ژانویه 2018 آنیکیتی رو ساختن. استاپ ایت. حالا اینا چیز نیست، بیان اینجا تو سال 2018 23 فوریه سیب و پیاز رو ساختن. تو 3 مارس 2018 کارتون جدید اومد کریگ آف دی کریگ که خیلی بد نبود اما خب مثل کارتون قبلی و قدیمی خوب و قوی نبود. دستشون هم درد نکنه تو 24 جون 2018 کلارنس هم کنسل کردن. بازم کارتون بی کیفیت ساختن تو سال 2018 7 جولای سامر کمپ آیلند رو ساختن. تو 1 سپتامبر هم توتال دراما را ما را داریم. تو 3 سپتامبر 2018 وقت ماجراجویی تموم شد اما به صورت اسپیناف و اینا ادامهش دادن. سال 2019 چیز خیلی خاصی نداشت، کارتون ویکتور و والنتینو اومد که خب جالب نبود. اون طرف کارتون دیگه هم کنسل شد، مایتی ماجیس وردز و دی امیزینگ ورد آف گامبال هم کنسل شد. تو 5 آگوست اینفینیتی ترین اومد که اونم تو سال 2021 کنسل کردن. حالا کارتون تور با این همه گندی که زده به خاطر اون رئیس جدید میتونه دوباره برگرده. تو سال 2020 رئیس جدید اومد. اسم رئیس جدید کارتون تور تام اجایمه و انگار آدم خیلی درست میاد. اون الان رئیس و مدیر کل کارتون تور، کارتون تور استودیو یا همون سی ان استودیو و بردان وارن انیمیشن با چند تا جای مهم دیگه. این آدم انگار کارش خیلی درسته، گامبل از کنسل شدن درآورده و داره براش فلنمیشن جدید میسازه به همراه یک سری جدید که واقعا خیلی خوبه و این طرف هم بنتن ریبوت رو متوقف کرد. بنتن ریبوت رو کنسل کرد و الان داره به صورت محرمان سری جدید بنتن رو میسازه که قرار خیلی خفن باشه. این آدم بلده چیکار کنه. درود به مرامد. خب رفقا این بود تاریخچه شبکه کارت نتورک. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از ویدیو خوشت اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.